با درود مجدد به شما بینندگان عزیز برنامه رنگی کمان، به بخش دوم برنامه خوش آمدید همراه با دوستان عزیز آقای بهروز عارفی و مهران مصطفی هستیم. در این بخش می‌خواهیم به انتخابات یا انتصابات در جمهوری اسلامی، خود جمهوری هم سوال برانگیزه و غیره. به هر حال انتخابات پیش روی در ماه دیگه این انتخابات شکل خواهد گرفت. مردم پای صندوق رای امیدواری نروند، ولی خب میروند یه عده‌ای. قرار است چی انتخاب بکنن آقای مصطفی؟ ببینید فعلا که بناست بین آقای رئیسی، آقای بقایی و آقای روحانی انتخابات صورت بگیره، ولی من فکر کنم اگه بحث رو بخوایم جدی بکنیم درباره مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی، باید دیگه بحث فقط ایدئولوژی و فلسفی نیست. ما 20 سال تجربه داریم. یعنی اگر انتخاب آقای خاتمی رو در سال 1376 به عنوان وارد شدن در یک دوره‌ای بدونیم که مسئله اعتدال و اصلاح طلبی شروع شد و شدت و حدت گرفت و تا به امروز ادامه داره، بعد از 20 سال دیگه میتونیم این تجربه رو نگاه بکنیم، ادعاهایی که داشته کسانی که حامل این تجربه بودن تا چه حدی صحت داره، تا چه حدی صحت نداره. ببینید صحبت‌های بسیاری گفته شده، من چند تا از اونها رو خدمتون عرض میکنم اگر وقت باشه. ادعایی که در واقع از سوی اصلاح طلبان مطرح شده بله. که امکان ترمیم، امکان بهتر. در اینجا صحبتم با کسایی نیستش که اصولگرا هستند، ولایت فقیه رو میخوان. کسانی هستند که مدعی هستند که دموکراسی رو میخوان، مدعی هستند که وضعیت ایران خرابه. میشه از طریق انتخابات درست کرد. روی سخنم با این هاست. ادعاشون چیه؟ اولین ادعایی که میکردن تر انتخابات که به بحث قبلی ما مربوط میشه این که میگفتن انتخابات حقه، ما نباید از این حق صرف نظر کنیم. خب ببینید انتخابات فقط یک وسیله است. اون چیزی که حقه و الان صحبت کردیم حق حاکمیته. انتخابات شما میرید اگر بتونید حق حاکمیتتون رو داشته باشید، خب اون وسیله هم خیلی وسیله خوبیه، باید ازش استفاده کرد. صرف نظر کردن از اون وسیله خوب نیست، ولی خود امر انتخابات حق نیست. من یاد شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میفتم. همچین چیزی به اسم حق وجود نداره. انتخابات حق نیست. انتخابات وسیله است در کشورهای غربی برای که به اون حق برسن. وقتی که خود این حق وجود نداره، یعنی حق حاکمیت ملی وجود نداره، حق حاکمیت شهروندی نداره، حقوق شهروندی وجود نداره، دیگه شما نمیتونید بگید این حقه. و شهروند با انواعی از محدودیت و حالا به این میرسم. این پس اولین ادعایی که دارن، به نظر من الان دیگه خودشون هم همچین ادعایی نمیکنن، ادعاهای دیگر رو میکنن. ادعای دیگری که در آغاز میکردن که این قانون اساسی یک ظرفیت هایی داره که ازش استفاده نشده، حقوق مردم در بندهایی اومده و باید اونها رعایت بشه و آزادی ها این حرف ها. ولی قانون اساسی که اساس و محور اصلیش ولی فقیه، ولی مطلق فقیه هست، خود به خود با تناقض و با تضاد قرار داره با هر حق دیگه ای، و چون این محور اصلی است بقیه رو خورد میکنه. و اگر نگاه کنیم میبینیم که در 20 سال اخیر نه تنها ولایت فقیه محدود نشده، بلکه بر فضای حاکمیت این ولی فقیه هر روز بیش از روز قبل اضافه شده، خصوصا بعد از این قانون اساسی سال 68 که اصلا، و خصوصا آقای خمینی که اصلاح طلب و باش همکاری میکردن یک کارهایی میکرد که اصلا در قانون اساسی نبود، مثل حکم حکومتی. در این قانون اساسی هم نیست، ولی زمان آقای خاتمی دو تا قانون برد، یکی قانون انتخابات، یکی قانون مطبوعات، و این آقا یه حکم حکومتی داد و اصلاح طلبها پذیرفتن. وقتی پذیرفتن یعنی چی؟ یعنی قبول کردن که حتی این قانون اساسی که این همه قدرت داده به ولی فقیه، کف اختیارات ولی فقیه رو سقفش هم که بی‌نهایت آسمانه. پس در این 20 سال اخیر تجربه به ما نشون داد نه تنها ظرفیتی وجود نداره،
بلکه این فقیه هستش که میاد کاملا تمام فضاها رو پر میکنه، وزیر عوض میکنه، نمیدونم سیاست خارجی تعیین میکنه، مجمع و غیر و زاله. سومین ادعایی که میشد این بود که برحال وضع به تدریج بهتر میشه اگر نیروهای اصلاح طلب، نیروهای معتدل بر سر کار باشند. برحال ما قبول داریم دموکراسی اینها نمیشه، اینو دیگه پس گرفتن. وضع خب ببینید وقتی گفته میشه وضع به تدریج بهتر میشه، دیگه اینها آمار داره دیگه، نمیتونیم همینطوری کلی بگیم وضع بده. وضعیت فقر در ایران بهتر شده، وضعیت کودکان خیابانی در ایران بهتر شده، وضعیت زنان بی سرپرست در ایران بهتر شده، تعداد اعدام ها در ایران کمتر شده، دفاع از حقوق ملی ایران در کشورهای خارجی بهتر شده، محیط زیست و بیابانهای ایران بهتر شدن، وضعیت اقتصادی، وضعیت فقر. کدوم معیار رو ما در نظر میگیریم برای اینکه بگیم وضعیت بهتر میشه؟ 20 سال تجربه است، کم نیست 20 سال برای محک زدن. کارنامه منفی است. کارنامه کاملا منفی است و کارنامه رو به سراشیبی بوده طی همه این سالها. و این به نظر من در این توجهی که شما الان دارین ما به موضوعی که داریم متوجه میکنیم اینه که با در نظر گرفتن چنین کارنامه‌ای باید نگاه کرد به تمام این پیشنهادات. دقیقا ما نمیتونیم بگیم 20 سال اخیر چیزی نگذشته. ببینید، یا اینکه میگن هر بار که مردم قهر کردن از صندوق‌ها نیروهای تند رو اومدن رو کار، این هم غلطه. سال 88 به قول اصلاح طلب ها و به قول رژیم بالاترین میزان شرکت مردم بود. خب رژیم تصمیم گرفت، آقای احمدی نژاد کرد رئیس جمهور، و الان در این حکومت آقای روحانی از تمام نماینده های مجلس، از تمام وزیرا، برای اینکه نماینده مجلس بشن، برای اینکه وزیر بشن، میخوان که بگن که اون فتنه بوده و انتخابات درست بوده و ما اشتباه کردیم و همشون هم همین کار رو کردن. خب این تجربه ها رو باید دید. ما نمیتوانیم چشممون رو ببندیم سر این 20 سال و همینطور جلو بریم. یا اینکه گفته میشه هزینه بالایی داره تغییر رژیم. ببینید، شما یه وقتی هستش که هزینه رو میبینید، یک تظاهراتی شده، ممکنه در یک تظاهرات خدای نکرده جان هر یک نفر هم بسیار اهمیت داره، 3 نفر 4 نفر کشته. ولی وقتی که شما یک جمع میبندید در این 20 سال هزینه هایی که بر جامعه ایران وارد شده، اصلا یک چیز وحشتناکی است. این هزینه ها هزینه های پنهان هستند، در نظر گرفته نمیشن. ما در ایران نمیگم مسئله حل میشه فردا، در 20 سال اخیر 500 هزار نفر کشته در تصادفات رانندگی داشتیم. من نمیگم نظام عوض بشه این صفر میشه، ولی مسلماً تبلیغ خشونت در جامعه ایران توسط این رژیم و اصرار داشتن به این امر یکی از نتایجش این هستش. ببینید در خود جامعه چقدر روابط تخریبی وجود داره، برای اینکه خود رژیم هستش که اینها رو تشدید میکنه، خود رژیم هستش که از خشونت برای حل هر کاری استفاده میکنه. خب این جامعه هم مورد اثر تأثیر میذاره روش، و اینکه میبینیم هزینه هایی که ما پرداختیم واقعا وحشتناک بوده. و الان هم که این روزهای آخر هستش، دولت آقای روحانی یک ادعای دیگه دارن، اینکه میگن اوه منطقه خیلی شلوغه، حداقل ما در ایران امنیت داریم و استقلال ایران در خطر نیست. یه نمایش هم از تهدید داعش رو میذارن، یک سربریدن اونها رو نشون میدن، میگن اگر ما نریم اونجا اینها فردا میان همین کارها رو در مشهد و در تهران. کار تبلیغاتیشون بد نیست، یعنی اینا طی این 30 سال کار تبلیغاتی خوبی یاد گرفتن. ببینید این نظام هم مثل بسیاری از نظام ها، مثل بسیاری از سیاستمداران در این جهان، از این دوالیسم درای پروپاگاندای استفاده میکنن. یعنی یک لولو درست میکنن و ممنوعی اون لولو. حال این در واقع این دوالیسم، این سنویتی که اینا در پروپاگاندای سیاسی است، در همه زمینه‌ها این کار رو انجام میدن. خب در یک بستری شیطان بزرگ اسرائیل، بنابراین جنگ به نظر میاد که تمام اختلافات با این شیطان بزرگ در اون باید حفظ بشه، بنابراین همه آن نقایص درونی میبایستی بهش توجه نشه. چرا؟ چون ما در جنگ با اون شیطان بزرگ هستیم. خب
میرسیم امروز حتی در انتخابات میبینیم همین بازی انجام میشه و برای اولین بار هم نیست، بارهاست این تکرار، هر بار تکرار میشه. دوره قبل جلیلی رو بردن به عنوان لولو، گفتن اگر در انتخابات شرکت نکنیم جلیلی انتخاب میشود و بهتر است این کلیددار رو انتخاب کنیم. امروز میان رئیسی قاضی قاتل رو که به مبنای همه اسناد حجت الاسلام رئیسی قاضی قتل‌های 67، البته یکی دیگه الان وزیر دادگستری محمدی از اون قاضی. به نظرم کسی در این حکومت وجود نداره که دستش در قتل و در سرکوب و ارعاب نبوده باشه. اما به هر حال این به طور مشخص وقتی مطرح میشه، رئیسی رو اون کاندید کردن دو پیامد میتونه داشته باشه. یک، خود این موضوع رو مشروع ساختن که ما میتوانیم قاتلین، جنایتکاران رو در واقع به صورت ترمیم شده در اختیار قرار بدیم و شما باید بپذیرید. میبینیم تو صحبت برخی از این رسانه‌های خارج از کشور هم و شخصیت‌های در واقع لابی رژیم هم این تفکر وجود دارد که باید آن حافظه زدوده بشه و ما باید همزیستی رو با اینها شروع کنیم. این بازی تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه آقای عارفی؟ ببینیم، من فکر میکنم که تمام صحبتایی که آقای مستوی کردن از این برمیاد که موقعی که به عملکرد و کارنامه این حکومت برخورد میکنیم نباید اینو جدا از ماهیت این رژیم بدونیم. ماهیت این حکومت، قانون اساسیش، ولایت مطلقه فقیه، شورای نگهبان، تمام مجموعه آنچه که جمهوری اسلامی رو میسازه و 37 ساله وجود داره بدتر شده که تغییر نیافته. یعنی هیچ امیدی که از این کعبه معجزی صورت بگیره نباید داشت. یعنی که نه ماهیت قوانینش اجازه میده، نه 37 سال عمل کردش کوچکترین میتونه مژده‌ای به ما بده که میشه یه دریچه‌ای باز بشه که اوضاع بهتر بشه. این انتخاب بین بد و بدتر هم ما مردم ایران کتکش رو زیاد خوردیم. یک بار جمهوری اسلامی به جای بدی که وجود داشت اومده، اون موقع آگاه نبودیم، نمیدونستن مردم، نمیدونستن چه خواهد شد. الان میدونیم که از این بدتر هم وجود داره، طالبان وجود داره و این داعش وجود داره. به این معنی نیست که باید بسازیم به این وعده شبه داعش که در ایران داریم، ولی باید با چشمانی بازتر به مسائل اجتماعی نگاه کنیم. آن چیزی را که میخواییم چیزی باشه که یک دنیای بهتری برای مردم ایران بسازه. و این راه‌حلی که حکومت برای ادامه قدرتش پیشنهاد میکنه، ما در ریاست جمهوری های مختلف این حکومت دیدیم که هیچ تفاوتی برای زندگی واقعی مردم نداشته. حقوق زن و مرد برابر نیستن، اقلیت‌های مذهبی حق حیات ندارن، اقوام و ملت‌های مختلف درون ایران هیچ کدوم حق زندگی عادی ندارن، مردم در زندگی حتی خصوصی خودشون آزاد نیستن. 37 سال فکر میکنم کافی بوده که نشون بده که راه‌حل‌های مختلفی، چه روحانی باشه، چه خاتمی باشه، چه جمهوری رئیس جمهور، ریاست جمهوری اون 8 ساله احمدی نژاد باشه، تمام اینها در اجرای قانون اساسی شریک بودن که ماهیتاً خلاف منافع مردمه. یعنی به همین جهت من فکر نمی کنم که تغییر مهره تفاوتی برای حال مردم بده. آقای مصوفی میخوان چی بگید؟ ببخشید یک نکته، چون انتخاب بد و بدتری که میگید، یک ما رو از یک مسئله اصلی و اساسی همیشه میخوام غافل نگه دارن. این انتخاب بین بد و بدتر رو کی جلوی ما میگذاره؟ بدترین، بدترین این بالا نشسته
به ما میگه بین بد و بدتر انتخاب کن. بدترین آقای خامنه‌ای و این نظام هستش، این سیستم هستش. آقای خامنه‌ای وقتی که میگیم با تمام این نظامی که داره، این بدترین، به ما میگه شما بین بد و بدتر انتخاب کن تا من بدترین بتونم ادامه حالا معلومه نیست که ادامه حیات بدم. اون که به عنوان بد از بدترین تفکیک میشه، مثلا بدتر از مثلا من خیلی واضح بگم آقای احمدی نژاد آدم بسیار پست، عوام فریب، اما هیچ من چیز ندارم که آقای احمدی نژاد بدتر از آقای روحانی باشه. من حتی میتونم بعضی از استدلالی بکنم که برعکسش هم نشون بده. استمرار یک یعنی سیاست بوده، یعنی یک سیاستی که استمرار داشته و اون بدترین برای ما میخواسته این انتخاب رو بکنه و ما رو در این زندان نگه داشته. هیچ نگرانی نیست همبستگی مردم با هم دیگه به روی دموکراسی، به روی آزادی، به روی حقوق دموکراتیک میتونه یک تغییر ایجاد کنه بدون هزینه. یه بررسی در واقع دانشگاهی که گویا دانشگاه هاروارد هم ولی با دانشگاه سیدنی با هم داشتن در مورد انتخابات در کشورهای مختلف، در اونهایی که در امر انتخابات انجام میشه، خب 127 کشور انتخابات دارن، 127 کشور دموکراسی ندارن، به این نتیجه سر آن شکلی از انتخابات که در ایران وجود داره اون رو در سطح پایین ترین سطح در واقع این آمارگیری قرار میده، در سطح کشورهایی مثل جیبوتی و سوریه قرار دادیم. خب حالا میخواییم در این بخش پایانی در واقع به آن چیزی که این انتخابات رو بهش معنای جوهری دموکراتیک نمیتونه بده به اون یه نگاهی بیافکنیم. آقای خامنه‌ای در صحبتی بر مطرح میکنه که همه کشورها دستگاه و نهادی دارن برای بررسی امر انتخابات، کاندید شدن و غیره، و مثل ما شورای نگهبان داریم، مثلا آمریکا دیوان عالی داره، فرانسه فلان داره. همین میخوایم ببینیم که حال تفاوت این نهادها، مثلا دیوان عالی در آمریکا یا قانون اساسی مثلا در فرانسه، من دقیقا نمیدونم چه چیزی حاکم هست، شهردار یا هر چیزی که هست، اینو چه تفاوتی با در واقع شورای نگهبان و مسئله استثبابی نمونه فرانسه اتفاقا، چون انتخاباتش هم همین روزها خواهد بود نزدیک به انتخابات ایران، خیلی گویاست. در فرانسه برای انتخاب شدن شما باید 18 سال به بالا داشته باشین و سابقه محکومیت جزایی نداشته باشین. تنها یه شرط است که کسانی که نامزد میشن از 500 نماینده منتخب مردم، یعنی از بین 57,000 نفر، شهردار، شورای، عضو شورای استان، عضو شورای ولایتی و یا نمایندگان مجلس، اینا یک اعتبارنامه بگیرن. الان 11 نفر در فرانسه نامزد شدن که دو تاشون اصلا انقلاب میخوان، مال حزب چپ افراطی هستن و اصلا شرکت میکنن فقط پیامشون رو برسونن به مردم، رئیس جمهور هم نمیشن و بشن هم نمیخوان، یعنی خودشون هم میگن ما انقلاب میخوایم. یعنی حتی کسی که این قوانین، این قانون رو قبول نداره، قوانین این کشور رو قبول نداره، میتونه منتخب یا در هلند جمهوری خواهان که مخالف سلطنت هم هستن حزب دارن و میان کاندید میشن. اینا با روی روز موعود ساعت 12 شب باید 500 امضاشون به شورای قانون اساسی فرانسه برسه. شورای قانون اساسی ساعت 12 اینا رو گرفته، 10 صبح فردا اسم کاندیداها رو اعلام کرده. هر 11 نفری که 500 امضا رو داشتن بدون قید و شرط کاندیداتوریشون اعلام شده. یعنی انتخابات در همین چارچوب. خوبه این مثال، این مدل بسیار انتخابات آزاد اینه. این هست، این با ربطی با
آنچه که شورای نگهبان میکنه. حالا ببینیم شورای که مسلمان باشین. بله. شورای نگهبان میگه که شما بیدین نباید باشید. شما سنی نباید باشید. شما شیعه‌ای که ولایت فقیه رو قبول نداره نباید باشید. شما ولایت فقیهتون رو باید التزام عملی بدید. و در گذشته هم هیچ کاری علیه ولایت فقیه نکردی. اصلا ربطی کوچکترین ربطی ولی مغایر قانون اساسیه نه؟ وفادار به حکومت هم وفادار باشی. این اصلا قانون اساسی وجود نداره. چون قانون اساسی چهار نهاد رو برای بله ولی اینها آقای خامنه‌ای و ولی مطلقه بهش میگیم تصمیم گرفت. حالا با این چون راجع به انتخابات شد یک امر مهم من بگم اجازه بدید. در همین انتخابات یک ادعای دیگه هم میشه کسانی که شرکت میکنن میگن انتخابات فرصتی است ما باید مطالباتمون رو مطرح کنیم. ببینید مطالبات رو اولا باید به طور مستمر مطرح کرد نه اینکه زمان انتخابات. دوم مطالبات اگر به حق هستند و برای حقوق مداری هستند تا وقتی که تحقق پیدا نکردن باید محکم ایستاد و دفاع کرد. حالا من نمونه بهتون دم. همین اصلاح طلبای یه کاری کردن گفتن که ما معیارهای انتخابات آزاد، سالم، عادلانه، منصفانه را تعیین کنیم. یک شورای تعیین شد 11 سال پیش بود حدوداً شخصیت‌های اصلاح طلب هم در شرکت داشتن. 20 معیار اینها نوشتن که حدوداً من باش موافقم. حالا شاید من بودم یه طوری دیگه می‌نوشتم ولی خب وارد این جزئیات نمی‌شیم. 20 تا نوشتن که پیش شرط یک انتخابات سالم و عادلانه و چیز چی هست؟ 20 تا. بعد زمان انتخابات که شد همشون شرکت کرد. انتخاباتی که هیچ کدوم از اون 20 معیار رو نامنصفانه رو پذیرفتن. یعنی خب وقتی که شما این کار رو میکنید به جامعه چه پیامی میدید؟ به جامعه این پیامی میدید که نه اصلی وجود داره، نه عدالتی وجود داره، نه پیگیری وجود داره. این مسئله است. به نظر میاد امر انتخابات برای جمهوری اسلامی شبیه رفراندومه برای جهانیان. یعنی حضور برای صندوق رای، نمایش و حضور برای جمهوری اسلامی مهمه. تعداد رای یعنی خود رای برای وچش. در واقع بگیم ما کشوری هستیم آقای که برای مردم. آقای خمینی این رو دقیقاً و مستقیماً به آقای بنی‌صدر گفته بود وقتی که اعتراضات کرده بودن که انتخابات مجلس کلی تقلب شده. گفته بود نه همینی که هست. گفت پس این رأی مردم چی میگه؟ ما رأی مردم رو برای اینکه به دنیا بگیم مشروعیت داریم میخوایم. و آقای خامنه‌ای در انتخابات قبل چیکار کرد؟ گفت حتی اگر نظام رو قبول ندارید بیاید رأی بدید، برای ایران رأی بدید. چیز خیلی عجیب غریبی برای ایران. یه نکته دیگه در این انتخابات مطرح هست توی بازی اسکولاستیک، بازی کلامی اینها و نمایشات و عکس هایی که گرفته میشه، یکی اینکه خب تظاهر به فروتنی و مردمداری اینها هست. میبینیم آقای روحانی لباس شخصی تنش میکنه، میره رو پیست اسکی با خانم هایی که حجابشون کامل نیست عکس میندازه. به قول اونها بدحجاب. بدحجاب در واقع میخواد پیام بده که اگر من رو انتخاب کنید بدحجابی یا در واقع حجاب آن سختگیری رو نخواهد داشت. خب این یک پروپاگاندای غیر مستقیم کاملا حساب شده است که ذهنیت سازی داره. کارد به استخون مردم رسوندن. بله. که با این تیکه های فانتزی بگن که زندگی شما به هر حال بهتر اینطوری باشه تا اینکه البته ولی مثلا اینه که ولی انجام ولی نمیشه ولی همین اصلا انجام نمیشه ولی آقای رئیسی هم همین کارو کرد. آقای رئیسی هم همین کارو کرد. من دیدم چند تا اونها که اصلا مخالفت کرده گفته این مال من نیست. آره به هر حال این بازی ها میدونین ولی دستگاه تبلیغاتیش این کارو میکنه. این بازی ها فقط برای اینی که بزک بکنن دیکتاتوری که خون مردم رو میمکه. نکته دیگه که بازی واقعیت زندگی کاملا زندان هاست. نکته دیگه که مطرح میکنن همه اینا مسابقه میدن برای باج دادن مالی. آقای احمد نژاد هم که خب حالا دو مرتبه اومده تو بازی تا 200,000 تا پیشنهاد کرده که اعلام کرده که وعده داده که یارانه خواهد. مهران گرامی اشاره کرد قسمت اول صحبتش که رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد برعکس آنچه که گفته بود عمل کرد. این تقریبا در تمام جوامع
وجود داره، ولی با این تفاوت که اینجا یه قانون اساسی وجود داره، حداقل خون مردم رو نمیخوره. یعنی یه سری آزادی های تقریبی یا حتی بعضی جاها خیلی کنترل مطبوعات هست و همون مسئله خود رسانه ها خیلی مهمه، که همین الان کاندیدایی که میتونست انتخاب بشه به خاطر اینکه مطبوعات برخی فساد شروع کرده الان از دور تقریبا خارج شده. ما در واقع متاسفانه حکومت ما آنچنان ماهیتا فاسده که با یک نوع بزک کردن ها نمیشه یه جوری اینو مطبوع‌تر کرد. و ببخشید فقط یه نکته، چون موقعی که مسئله براندازی این حکومت، سرنگونی این حکومت مطرح میشه، میگن که این یک شعار توهمی و ایدئالیستی و ایناست. همیشه خواسته ها با توهم و ایدئال شروع میشه، منتها به جای اینکه نیروی مردم رو صرف این بکنیم که کدوم یک از این سه تا مهره بهتره، اینو صرف بکنیم که از چه راهی به جای این حکومت یه حکومت بهتری میشه گذاشت، مردم موفق‌تر خواهند شد، سعادتمندتر خواهند شد، روزگار مردم بهتر خواهد شد. اینه در واقع اینکه باید این راه انتخاب کرد و در این راه قدم برداشت. طبیعتاً یک روزه، دو روزه، سه روزه میسر نیست، راه بسیار طولانیه، ولی راه اساسی اینه که 37 سال بس دیگه کافیه. خب ما به پایان برنامه رسیدیم به دو دلیل، یک وقتی که ما الان تعیین کردیم، دیگری که وقتی که مهران مصطفی عزیز برای ما تعیین کرد، از اون وقت هم تازه عبور کردیم. عازم سفر هستن، با همه این شرایطی که داشتن آمدند که در این برنامه برای شما بینندگان حضور به هم برسن، نه به خاطر من و شما، به خاطر شما بینندگان آمدند. سخن آخری خواهد بود رو به سوی مردم، پیشنهاد شما چیست؟ طبیعتاً اگر ما بگوییم بروید نروید، اون کسی که انتخاب خودش کرده انجام خواهد داد اون گونه، ولی پیشنهاد شما چیست؟ با همه من پیشنهادم به مردم ایران این هست که این باور رو پیدا بکنند که برعکس اون چیزی که گفته میشه، نیروهای دموکرات در ایران به اندازه کافی هستند که بتونن یک افق دیگه ای رو در مقابل شما قرار بدن و با کمترین هزینه. ایران تنها کشوری است در حوزه اسلامی که کادرهای سیاسی دموکرات با رنگهای مختلف رو داره که میتونن با هم کار کنن و یک فصل نوین رو در تاریخمون آغاز بکنن. نترسید و از این نیرو حمایت کنید. شما آقای عارف، فکر میکنم شرکت در انتخابات یک حکومت استبدادی تطهیر این حکومت. 37 سال عمل کرد و حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که تک تک کارهاش برخلاف خاص و اراده مردم بوده. به جای اینکه این حکومت رو تبلیغی براش ایجاد بکنی، مردم باید در راه این که چجوری این حکومت رو به جاش یک حکومت بهتری یه روزی بیارن فکر بکنن. طبیعتاً راه درازه ولی میسره. حکومت‌های بسیار بسیار قلدرتر از به دست مردم پایین کشیده شدن و به جاشون حکومت‌های اومده که تا حدی به خواسته های مردم جواب میدن، به آزادی، برابری حقوق، برابری بین زن و مرد، بین تمام اقشار مردم. این که فریب شعارهای مردم فریب رو نباید خورد و شرکت در این انتخابات قدمی به نفع رژیمه. و منم با اجازه نکته‌ای رو مطرح کنم در پایان بگم، آن نظامی که حتی پوشش شخصی من رو نمیپذیره که گزینه من باشد، من فرد باشد، نمیپذیرد که من صاحب اندیشه خود باشم و اندیشه دیکته شده نظام رو تکرار نکنم، تقلید نکنم، صاحب اندیشه خود باشم، این حق رو ندارد که در چنین
هنگامی از من بخواهد انتخابش بکنم. من قبل از انتخاب هر جریان سیاسی میبایستی فردیت خودم رو اول انتخاب بکنم. وقتی اون فردیت رو به دست آوردم آنگاه با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال با سپاس از شما آقای عارفی و از شما آقای مصطفی که در این برنامه حضور به هم رسوندین، ما باز هم بحث انتخابات رو چه در فرانسه چه در ایران خواهیم داشت، از زوایای دیگر با مهمانان دیگر هم اضافه خواهیم شد نمیزگر و بحث ما روشنگریست و نه پروپاگاندا. بهترین آرزوها رو برای شما به ویژه مردم ایران داریم و با مهران مصطفی و بهروز عارفی بهترین آرزوها رو برای فرد شما خواهیم داشت. پیروز باشید. پیروز باشید. شب و روزتان خوش.